مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم، مبحث دین در نگاهی نو. زمان 57 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کلام رو با این حدیث شریف آغاز میکنیم که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بعد از 7 روز از رحلت پیامبر اکرم که کار تنظیم و تدوین قرآن رو، تدوین به معنای نویسندگی نه، همین تنظیم، به انجام رسوندن، خطبه قرائت فرمودن و بعد در این خطبه‌ای که قرائت فرمودن در قطعهش فرمودن ایها الناس انه لا شرف اعلا من الاسلام، هیچ شرفی، شرافتی بالاتر از اسلام نیست، هیچ چیزی که انسان به آن مباهات کند موجب ارزش یافتن انسان بشود بالاتر از اسلام نیست. شما با این کلام چگونه برخورد میکنید؟ آیا میگویید که چون امیرالمومنین علی علیه السلام بالاخره خودشون از بنیانگذاران اسلام هستند، خواسته از اسلام تقدیر کنه و خب بهترین کلمه رو چسبونده به اسلام رو بیان کرده؟ شما که اینجوری در مورد امیرالمومنین برداشت ندارید، شما که نمیفرمایید که امیرالمومنین علیه السلام خیلی چیزایی که انسان میتونه به خاطر اونها با شرافت زندگی کنه یه دفعه در نظر نگرفته، خواسته در مقام یک مبالغه گویی عاشقانه هیچی رو در نظر نگیره و این امتیاز رو به اسلام بده. حتما اینجوری در مورد امیرالمومنین قضاوت نمی کنید. حتما اینجوری قضاوت می کنید که اسلام یک شرافتی می دهد، یک شرافتی دارد و این شرافت را کریمانه در اختیار مسلمانان قرار می دهد که هر کسی می تواند این شرافت را درک کند و هر کسی بخواهد مقایسه کند چیزی مانند اسلام این شرافت را نمی دهد. حتما اینجوری قضاوت باید کرد در مورد امیرالمومنین، چون امیرالمومنین چیزی جز حق نمیگه. حقیقته، واقعا لا شرف اعلا، هیچ شرافتی بالاتر از اسلام نیست. در جای دیگری هم دارن که دوباره به فرزندشون هم شبیه همین کلام رو میگن، میفرمان ای بنی لا شرف اعلا من الاسلام، هیچ شرافتی بالاتر از اسلام نیست. شرافت، نمیدونم فارسی چی رو بهش ترجمهش کنیم، مثلا میگن انسان شریفیه، یه نوع عزت، یه نوع احترام با اون معنای داخلی که داره، عزت فقط ظاهری نباشه، تو پر باشه، شخص کرامت داشته باشه، فضائل قابل مباهات کردن داشته باشه، بشه راحت بهش افتخار کرد، ترجیحش معلوم باشه، بهش میگن شرافت. خب این شرافت رو باید در تعریف دین، اون تعریفی که از دین پیدا میکنیم ببینیم، باید بتونیم یه جوری دین رو تعریف کنیم که بتونیم بهش افتخار کنیم، دین رو عمیقاً نگاه بکنیم که بشه بهش افتخار کرد. حالا این مسئله چند تا بعد داره. این بخش از تعریف دین، این ویژگی تعریف دین که در اون فرمایشات دیگر امیرالمؤمنین در اون دوتا خطبه‌ای که درباره دین هست هم خب به دلائل عبارات مختلف وجود داره. یه بار فرمودن و جعله عزا لمن تولاه
و خیلی از عبارات دیگری که از این دست هستن، این از چند جهت باید بهش نگاه کرد. این که اسلام مایه عزت، مایه افتخار، مایه مباهات و آدم این بعد وجودش پر میشه. مثلا شما وقتی تیم ملی میبره در یک بازی سختی، یه افتخار ملی پدید میاد. اون لحظه ایست که یکی از فوتبالیست‌ها یه حرفی زد، من دقیق جزئیاتشم یادم نیست، یا نه فوتبالیست نبود، همین یه بازی دیگه ای بود تو المپیک، برنده شده بود، مدال طلا گرفته بود فکر کنم، یا طلا یا چیزی شبیه این، من دقت نمی‌کردم، این جمله‌اش یادم مونده، میگفت من خیلی خوشحالم حداقل یه هفته مردم ما شادن. خیلی خوشم اومد از دقتش. طیف اثری که این میتونه بگذاره از نظر زمانی یه هفته است، ولی در سطح ملی یه احساس خرسندی. آدم خوب ارزیابی کنه، وزن سنجه، بگه این اینقدر میارزه. خب همون هم خیلی خوبه، در همون حدش هم قابل اعتناس و قابل تقدیره. این که آدم با اسلام افتخار کنه، مثلا نیاز ملیه آدم گاهی افتخار کنه، مثلا نیاز ملی، نیاز جامعه است. این که انسان به یه چیزی افتخار کنه، مباهات کنه، به یه چیزی دارای عزت بشه، این یک نیازه. دوستان من، اگر ما این نیاز رو به صورت حقیقی پاسخ ندیم، یکی دو تا اتفاق بد میفته. یکیش این هستش که احساس عزت برای چی باید بکنیم؟ به صورت ملی و قومی. ملی به دو تا معنا، ملی ایرانی، ملی ملت که زمان قدیم اسمش امت بود. تو جزو کیان هستی؟ کیا؟ کیا؟ کیان یعنی چه کسانی؟ تو در شمار چه قبیله‌ای هستی؟ تو به چه آرمی افتخار میکنی؟ این نیاز روحی آدمه، خصوصا تو جوانها. باید مباهات کنه، باید افتخار کنه، باید بتونه کیف کنه. این باید تأمین بشه. مثلا یه جایی مثل صدا و سیما که اگر اینجوریه واقعا که با هر طبق آمارم همینطوره که خیلی مردم مورد مصرفشون رو مراجعه میکنن و این علامت خیلی خوبی هاست تو مردم ما، این باید هر چند وقت یک بار یه برنامه هایی تهیه بکنه که مردم مثلا به اسلام طی این برنامه مستند کردن افتخار کنن. یعنی ها دیدی، ها دیدی. یادتون باشه زمان طاغوت محمد علی کلی، مردم ایران چه دست و پایی براش میشکستن. من خیلی بچه بودم اون زمان، یعنی آوازش به گوشم میرسید. شاید من ابتدایی بودم ها، بزرگتره که دو جلسه هستن. محمد علی کی بود افتخاراتشو؟ بعدها که من یه دوره بعد از انقلاب به یه دلایل پژوهشی مجبور شدم کلی از روزنامه‌های زمان طاغوت و کیهان و اطلاعات رو بخونم، اون موقع بیشتر به اخبارش پی بردم. آقا نظر میکردن، نیاز میکردن، قربونی میکردن، پیک میفرستادن. حالا یه مشتزنه، اصلا مشتزنی بازی حرفه ایرانی نیست. ظاهرا تو آمریکا هم بود ایشون، ولی میگفتن محمد علی این مسلمونه. اون حس افتخار اسلامیشون رو مردم اینجوری ارضا میکردن. شما نیاز یه جامعه است، نیاز جووناست که به یه چیزی افتخار کنن. این چیز اگر اسلامی نباشه، یعنی حقیقی نباشه، که از حقیقی ترین چیزهایی که میشه بهش افتخار کرد خود اسلامه. حضرت امام تو وصیت نامه نوشتن ما افتخار میکنیم امام سجاد از ماست. یعنی عوامل عزتی رو برای شیعه اونجا برشمردن به زیبایی تمام. اصلا بکشی خودتو نمیتونی توش اختلاف در بیاری، ولی عزت شیعه است. افتخار میکنیم نهج البلاغه امیرالمومنین از ماست، افتخار میکنیم حسین از ماست. اینا تو وصیت نامه از امام ببینید. یه برنامه است، یه برنامه در زندگی انسانه. تو باید به یه چیزایی کیف کنی. مثلا اون پسر ایتالیایی بود شیعه شد بعد کشتنش، کلی باید
این بیاد تو بورس اخبار، برنامه سازان، مستند سازان یه کاری کنن، همه به این اسلام چقدر میترسن، از اسلام ما چقدر میترسن. این ثمره این حرف بنده دیروزه که دو تا یا پیروز بود پریشب بود مثال زدم، سر کوچه پیدا میشه. ببینید بچه‌ای که سر کوچه با هم حرف میزنن، آمار بعد شنود بگذاری حرفا اینا رو بشنوی. اینجا یکی از محل ارزیابی شاخصهای فرهنگی جامعه است. آزاد با هم حرف میزنن و میخوان یه حرف بزنن کیف کنن. اگه رفت تو اون حرفا کیف کردن از عزت اسلام نسبت به اسلام، ما کارمون درست انجام دادیم. آدم ها باید به یه چیزی افتخار کنن. اگر به اسلام افتخار نکنن، اتفاق بدی که میفته به یه چیزای دیگه افتخار میکن. و اون چیزا کمه. ما میکشه با این مردم ها. اصلا سطحشون رو مبتذل میکنه. تو نمیتونی یه چیزای ملی رو در حد یه چیزای دینی مایه افتخار قرار بدی. بابا اونجوری که میشه به اسلام افتخار کرد، نمیشه به ملیت افتخار کرد. اینو دیگه برای تو میگویم. بیرون بگیم خیلی میکنم ما ضد ملی شدیم، حب الوطن من الایمان. اتفاقا ما به ملتمون افتخار میکنیم، به ملیتمون، چون پیغمبر اکرم از ما تعریف کردن. شنیدی چی شد؟ یعنی بازم عزت مادر میشه اسلام، پیغمبر. ما به ملیتمون افتخار میکنیم چون فرماندهان بیشترین سربازان و فرماندهان سپاه حضرت از ما. دوباره رفت قبلی. الان بگو به ملیت خودت افتخار کن. هیچ کس بهتر از این نمیتونه به ملیت افتخار کنه. این اصلا معناش یعنی این که به اسلام بیشتر میشه افتخار کرد. دو تا اتفاق بد میفته اگه به اسلام زیاد افتخار نکنیم. برای افتخار کردنش برنامه فرهنگی میخواد. یکی اینه که به چیزای پست و پلش رو کمتری افتخار خواهیم کرد. دومیش بدتر از اولیه. من اشکالی نمیدونم بچه ها قرمز تا آبیته بگن، این به یه تیم اون به یه تیم، چه اشکاله؟ بازیشه دیگه، بچه هم باید بازی کنه. بازی بازی هم افتخار میکنن. جدی نیست، بچه ها ایران خیلی هوشمندن. البته ما میتونیم از این فرصت سرگرمی خیلی بیشتر استفاده کنیم، که خب نمی کنیم دیگه. این بازی های رایانه‌ای یه برکتیه. یه دو سه تا میلیارد باید خرج بگذارن، کار سنگین حسابی. تو بازی این مسلمونه بجنگه، همین الان تو این یه ماه باید بازی غزه رو درست بکنن. بچه ها بشینن، صهیونیستایی که میان تو غزه به بازی غزه. هیچ کجا یه دنی واقعا یه قرارگاه میخواییم. ما در زمان جنگ قرارگاه داشتیم، درست آقا؟ هرچی هرکی میخواست بیاد یه قرارگاه، یه قرارگاه فرهنگی میخواد، زود بدی آق بازی غزه. بچه ها همین الان پای اخبار میشینن، برن میشینن پای کامپیوتر بازی غزه بکن تا دلشون میخواد این صهیونیست‌ها رو بکشن. ذکر از این بالاتر؟ اینو بازی نیست، اینو ذکره. براءت از این بهتر؟ چه ذکرهای محوری؟ نگاه نمی کنیم ما، فکر می کنیم حتما باید بره مسجد یا نماز جمعه بگه مرگ بر اسرائیل. اینجوری ببر مرگ بر اسرائیل تو خونش قرار بده. من وقتی می گفتم مرگ بر آمریکا، چون تو تظاهرات دانش آموزی قبل از انقلاب با تو ما پلیسایی که تبعیت میکردن از آمریکا بهم خورده. من میفهمم میگم مرگ بر آمریکا، این جوان چجوری بفهمه بگه؟ حس نمیکنه. نسبت به دشمن دشمنی نداره. چجوری؟ خب من بازی باید بکنم دیگه، فقط چهار تا خبر بشه ستاره دنباله دار بره. از این بدتر، از این بدتر که به چیزایی که پست و پلش افتخار بکنه، اینه که دیگه چیزی نداره افتخار بکنه. پلورالیزم هم که از اون ور موتورش فعال، جو روشن فکری هم فعال، اکثر محصولات فرهنگی ما هم به دلیل ملاحظات دیپلماسی بین المللی تا ملاحظات
فرهنگی قومی آقا اینجای گوشه فیلممون هستی نباشه که یه مسیحی داشته باشه بهش بی احترامی کنیم، اونجا به یهودی های خوب خودمون بی احترامی نکنیم، آسته برو آسته بیا، اصلا هیچی. در یک جامعه بی مرز، بی دشمن، بی سیاه‌سفید، ما تو تلویزیون تو اخبارمون که اسلام و مسیحی نمی کنیم، که نمیتونیم هم بکنیم. خب این کجا به یه چیزی افتخار بکنه علیه چیزای دیگه قیام بکنه؟ ها به هیچی نداره افتخار بکنه. وقتی به هیچی نداشت افتخار بکنه میشه ملت حقیر، میشه ملت حقیر. ما واقعا امدادهای غیبی خدا، من که ببینید بذارید احساس خودمو بگم، من که فکر میکنم زمان ظهور نزدیکه، خدا از خیلی چیزا گذشته، از خیر خیلی چیزا گذشته، بعد داره میریزه نعمت. بنده که اینجوری فکر میکنم، اسرائیل جلو چشم ما با آمریکا، بدون که ما تکونی بخوریم یک جوری به لجن میکشه، تهاجم فرهنگی اثرش پر. خودشون این کارو کردن، ما که این کارو نکردیم. ما میگم اینا نعمتای خداست. همین جنایتایی که داره میکنه، دارن میکنن، شما نمیدونید چقدر به منافع ملی ما رو تامین داره میکنه. نه اینکه ما دوست داشته باشیم ظلم بکنن، ما دوست نداریم ظلم بکنن، معلومه. ولی باور کنین اونا هم دوست ندارن این کارو بکنن، میدونن داره آبروشون میره، ولی بدبختن دیگه، موقع احتضارشونه. انگار خدا داره به ما میگه ببینید من به شما کمک میکنم، به شما شیعیان، مسلمان ها، به جامعتون، به حکومتتون. البته علتش هم که میدونید تو روایات فرمودن بذارید این که ما ولایت مداریم، نه مسلمان ها، ولایت مدار. اساس الاسلام حبنا اهل البیت. حضرت زهرا فرمود که سلام الله علیها، فرمود که ولایت اساس نظام امت اسلامیه، و بعد به خاطر ولایت و محبت اهل بیت و ولایتی که داریم بگذاریم. ولی خدا ارزونش کرده. ما با این توانمون توان مقابله با بسیاری از دشمنی ها رو نداریم. دشمن ما خودش مقابل ما داره ضعیف میشه. ما افخاری داریم میکنیم. فکر میکنم خدا ارزون کرده. میگه آقا من میخوام جورش کنم. ببین نداره. اگه کمی از خوبی ما خیلی استفاده میکنه. حالا ما زحمت آنچانی نکشیدیم انصافا. انصافا زحمت ها. تو جنگ و دفاع مقدس هم زحمت آنچانی نکشیدیم. من گریه های مرده ها رو دیدم تو سختی جنگ. نه اینکه من خیلی پشت کوی اومدم. ولی شما الان غزه رو ببینید، عراق رو ببینید، افغانستان رو ببینید، الجزایر رو ببینید، یمن رو ببینید، اردن رو ببینید، چی میکشن مردم؟ خود عربستان رو ببینید چی میکشن؟ چه خبر زیر پوست کشورهای اسلامی؟ خدا نکنه یه بچه شیعه انقلابی تو یکی از این کشورها زندان بیفته. اصلا نمیتونم به زبون بیارم تو زندانهای اونا چی میگذره. و هیچ کس به هیچ کس نیست. بی پناه. ما به مدد اهل بیت خدا شاهده، اصلا مفت و مجانی اومدیم جلو. توی یه همچی شرایطی که ما الان به خیلی چیزا داریم افتخار بکنیم، اون وقت بچه های ما افتخار نکنن، اون وقت احساس حقارت میکنن مقابل غربی ها. خب الحمدلله قربان خوش به لجن کشیده دیگه، حالا امداد غیبی شده. ما باید به یه چیزی بتونیم افتخار بکنیم، خصوصا در این زمان، در این زمان که عصر ظهوره. از هر حادثه تلخی ما باید استفاده بکنیم برای تقویت این مباهات و افتخار. شما پدرها با بچه ها باید کیف کنیم، به اسلام کیف کنیم. دلیل به تراش، بیانیه صادر کن، جمله درست کن، فیلم در گفتگوهای خود استفاده کن، بعد فیلم بساز، فرهنگ درست بکن. جشن مبعث رو یه بار ما خدمت جمعی از دوستان نمیدونم حتی تنظیم کردن، یه سری برنامه هم و یه توی شورای هم گفتیم، یه جلسه بود میخواستن یه کارهایی برای شهر بکنن.
آنچه البته به جایی نرسید طرحهای ما بود، حالا مثلا این طرح بود، اونم این که جشن مبعث رو جشن تولد اسلام باید این تبدیل بشه به کیک های تولد بره تو خونه ها. امروز بچه ها جشن تولد اسلام داریم، با کیک شیرین بره تو دهن بچه ها. بعد یه دونه رقم روش میزه 1400 و مثلا چند ساله شده اسلام. هجرت رو یه جور دیگه بتونیم باش کار کنیم، یه کمی ما کم داریم میذاریم. البته ما شیعیان دوچار یه آسیبی هم هستیم، حواسمون باید باشه، الان دیگه باید مراقب باشیم. اونم این که ما چون شیعه هستیم، شیعه هم در طول تاریخ چون تو اقلیت و ضعف و مظلومیت بوده، به جای اینکه اسلام اسلام بکنه، نه به جای اینکه، نه چون ما هرچی اهل بیت اهل بیت کردیم، حسین حسین کردیم، علی علی گفتیم، کم گفتیم، نمیخوام اون کم بذاریم بیایم اسلام اسلام بکنیم، ولی از بس به این پرداختیم و با همین اشباع شدیم دیگه اسلام یادمون رفته. ولی الان یه قصه فرق میکنه، الان جامعه شیعه قدرتمنده، مقتدره. چقدر من برای این جوان ها قصه میخورم، حتی برای خودم، که ما درک نمی کنیم یعنی چی شیعه ضعیف مظلوم رو یادمون نمیاد، از بس الان واقعا ابرقدرت منطقه ایم. میدونید اینو تو اخبار بهتون نمیگن چون بار سیاسی امنیتی تو جهان داره. خاطره حاجیسا رو به شما گفتم؟ حضرت امام نگفتم؟ رفتم پیش حاجی سا، آن تو دانشگاه امام صادق به این مناسبت دیگه گفتم، رفتم پیش آقای حاجی سا، گفت من همین الان یه خادم حضرت امام هست پیر مرد تو جمع امام، گفت من همین الان یه خاطره یادم اومد بگم، رفتم بگو. گفتش که حضرت امام داشت قدم میزد، حاج سید احمد آقا داشت باش قدم میزد، بعد حاج سید احمد آقا نمیدونم سر چه قضیه‌ای بود داشت، اینایی که حق وتو دارن، میدونید اینایی که حق وتو دارن بهشون میگن ابرقدرت. جوونا میدونستن ابرقدرت به کیا میگن؟ اونایی که حق وتو دارن توی سازمان ملل، زورکی، چین و شوروی بود اون زمان، روسیه و مثلا حتی آلمان هم نیست، فرانسه و انگلیس و آمریکا. اینا رو حاج احمد آقا اینا رو شمرد به یه مناسبتی، اول قدرت ها فرانسه که اینجوری اینجوری، اسما رو پرسید، میگه امام در حال پیاده روی بود و وایساد، گفت چرا ایران رو اسم بردی؟ حاج احمد آقا میگه خندش گرفت، حالا اینجا که تبلیغاتی که نیست، که گفت امام بله خوب، گفت بگو ایران هم اول قدرته، گفت وشیشم این کشور ایران، گفت خب، گفت اصلا جدی؟ گفتم شوخی میکرد امام، گفت نه خیلی جدی، تو گفتگوی خصوصی تو باید بگی ما اول قدرتیم. اینجوری لازمه افتخار تزریق بشه، نه امام بیکار، نه حضرت احمد آقا بچه. حالا الان ما عز اسلامیم، اصلا ایران خودش شده عز اسلام. به جوانای خودت بگو اسلام مال توه ها، اسلامو فقط علی ابن ابی طالب فهمیده تو هم پیرو بشی. آقا این بحث افتخار به اسلام کلیشو عرض کردم، جزئیاتش وقتی میخوای داخل بشی باید بری تو تعریف دین، دین اسلام و تو ساختار دین اسلام چه ویژگی هایی داره، چه ویژگی هایی داره. متاسفانه برخی از قسمت های حرفامو الان نمیشه تو این جو جامعه زد، و حتی ریشه هاشو ببین که کجاست. آقا هر کی مسلمون نشه تو جامعه اسلامی زندگی کنه حکمشو به شما بگم، تو هم به هر کی رسیدی بگو هیچ کم نترس، مشکل پیدا کرد بگو بید من جوابشو بدم. مسلمون نشد بذار من صدا میکم کلوف بکنم، هر کی مسلمون نشد تو جامعه اسلامی خواست زندگی بکنه، حق داره جزیه بده زندگی کنه،
مالیات حماقتش رو بده زندگی کنه. جزیه میدونی یعنی چی؟ این شهروند درجه دو میشه. حقوق بشر اونایی که نوشتن برای عمه‌شون نوشتن بزنن در کوزه آبشو بخورن، اونا خودشون به همه مسلمان ها شهروند صهیونیست ها که نقش یک کلیدی رو داشتن تو این زمینه ها، خودشون به خودشون میگن که ما بنی اسرائیل قوم برتریم، همه عالم رو بهشون میگن گیوم، کافران نجس. بعد میگه یهودی ها یک مستکبرن، اینا یک مستکبرن. تلویزیون ما چرا تعارف میکنه من نمیدونم بابا، یه تیکشو بگو دیگه، اینقدر که دیگه نباید دیگه چیز بشه همه چی رو دیپلماسی خراب بکنه. تو تلموت اینا چجوری آدم میکشن غزه راحت مثل آب خوردن، اعتقاد دینیشونه، اعتقاداتشون عزیزم. آقا اینجوری میگی یعنی یهودی خوب نداریم، مگر اینکه یهودی بیدین باشه. یهودی خوب یعنی یهودی بیدین، یهودی متدین تلموت و معتقد هست یا نه؟ دومین کتاب مقدسشونه. تو اونجا نوشته که خدا دو تا حیوان برای دو نوع حیوان برای بنی اسرائیل خلق کرد، یه نوع حیوان چهار پا، یه نوع حیوان دو پا. حیوان دو پا غیر یهودیان هستن که به زبان ما صحبت میکنن برای اینکه بتوانن به ما خدمت کنن. ما صاحبان جان و مال و ناموس آنها هستیم. اسلام خیلی باید تمایز داده بشه، باید ترجیح داده بشه. تو کتاب مسیحیا برمیگردی میخونی تورات بود، تورات بود چی بود؟ آقا مثلا دستورات عملاشون، آقا به هر در هر شهری جنگ اتفاق افتاد رفتید بر کودکان و زنان هم رحم نکنید، همه را از دم تیغ بگذرانید. اینا اینن، این ماسمالی میکنی همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنی. وقتی برو دین خود رو نگاه کن چه خبره. ولی خب دین ما اینم هست، نمیگه نوکر همم، میگه ببین تو اگه احمقی یا مرض داری یا یه روزی میخواد مرضت عود کنه به ازت جزیه میگیرم رود زیاد نشه، ولی بهت ظلم نمیکنم، ازت جزیه میگیرم. مرزها شفاف، اینا اسلامه، اینا احکام اولیه اسلامه، مرز اسلام و غیر اسلام. جزئیاتشو بچهای ما بدونن بهش افتخار بکنن. در روایت داره که تو حق نداری که با یه نفر که جزیه میده معاملات اقتصادی یه جوری باشه که با این مسلمونه، و هیچ وقت نباید رفاقتت با اون مثل رفاقت با این مسلمون باشه. حریمو باید حفظ کنی. من هم داره، ما این داره، هم افتخارات هست هم زیبایی ها، مرافقت ها، لطف ها، کرم ها. ما لطف میکنیم به غیر مسلمانان. این لطف را میدانید در زمان آقا امام زمان السلام ادامه خواهیم داد. ظاهرا بنابر برخی از اشارات روایی اینجوری که یادم هست بعضی ها مسلمان نمیشن اون زمان، اسلام ازشون جزیه میگیره، زور نمیگه، ولی تمایز رو مشخص میکنه، تفاوت رو مشخص میکنه. ازن امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ازن لمن تولا. دوباره در اینجا نگاه کنید، ازل الادیان به عزته، با اسلام تمام دینها رو ذلیل کرد در مقابل دین اسلام، و شما انشالله ذلت همه ادیان رو خواهید دید، ذلت همه ادیان رو خواهید دید. که بیان اینجوری با دهن باز آخه خوش به حالت اینجوری نگاه کنن به اسلام. چند تا رمان ساختیم بچه همون بخونن تو لحظه تنهایی تو خودشون به اسلام افتخار کنن. و وضع الملله به رفعهی، ملت ها یعنی مردم ادیان دیگر رو خار کرد با رفعت اسلام.
چون چیز قابل مباهاتی در مقابل اسلام ندارن. و اهان اعدا اهو به کرامته، به گرامی داشتی که در ذات به گرامی بودن این که در ذات دین اسلام هست، همه رو دشمنانش رو خار کرد. و خذل محادیه به نصره، کسانی که با این اسلام مخالفت بکنن خدا خارشون میکنه، تنهاشون میگذره. یا و هدم ارکان از زلالت برکنه، و هدم ارکان از زلالت برکنه، با ارکان اسلام، با ارکان هدایتی که تو دین هست، زلالت رو منهدم کرد. خدا شاهده، گفتم خاطراتشو به مناسبت‌های مختلف خیلی خرجش کردم، ولی دلم میخواد بگم بازم. چه اشکال داره من بازم بگم؟ رفتیم توی یه دانشگاهی توی تورنتو، اونجا میگفتن اینجا جمعیه از مثلا ضد انقلابا و اینا، و چند وقت پیش رضا پهلوی اومده بوده و اصلا آخون که راه نمیدن، و بالاخره به هزار لطایف الهیات وارد شدیم. جالبه، من نشستم با این نفرشون که میتونست حاضر بود با من صحبت کنه و کمی هم صحبت میکرد، کمی برمیگشت و خیلی برام عجیبه، اولین بار دارم با یه آخون صحبت میکنم. مواضع ضد دینی حسابی، حالا ضد انقلابی که بی خیال. مثلا اعضای مجاهدین خلق، چریف فدایی، خیلی همه اونجا نشسته بودن، البته تو اون مذاکره، نه تو اون مذاکره اولیه. بعد شما فکر کنید من چه موضوعی رو گفتم اینا حاضر شدن بخاطرش جلسه بذارن که من برم تو اونجا؟ در مورد کدوم یکی از مفاهیم اسلام بود؟ فکر کنید کدوم؟ نه باید بگی، نه بگی در مورد چه مفهومی براشون جالب توجه و توضیح بشنون. هیچ، نه نه هیچ، اصلا هر موضوع دینی میخواید بگید نه. پس چیه حرف من بر اونا جالب بود؟ گفتم من اینو میام بهتون میگم، چون اصلا اونا حاضر نبودن دینو بشناسن. برو با اون دینتون، ولی عزت رو نگاه کن، ای خدا عزت بده. یه دفعه این نمیدونم چی شد، بعد یکم که بحث میکنیم گفت حوزه های علمیه، من هم تو هوا گرفتم، گفتم میخواید من برای شما معرفی کنم ساز و کار حیات و چرخه مثلا قدرت و مرجعیت و وضعیت آموزشی حوزه های علمیه چگونه است؟ گفت این جالبه، میخواییم بدونیم این چه خبره اون تو. گفت شما حاضری؟ همه گفت من همه شو بهتون میگم. عزت داده خدا به حوزه علمیه، سه تا طلبه الان دارن خاورمیانه رو اداره میکنن، آسد حسن نصر الله، آی سیستانی، رهبر از انقلاب خودمون. حالا در نگاه بین المللی شو من دارم میگم ها، و الا برو آسد حسن نصر الله میگه آقا من چه اسمم پیش آقا میبری. واقعا شما یه نگاه دیگه بکن، خاورمیانه مرکز دیپلماسی عالم، مرکز سیاسی عالم، مرکز اقتصادی عالم، مرکز نظامی عالم، هر چهار تاشو گفتم. اقتصادی به خاطر نفتش گفتم. توسط کی داره اداره میشه؟ کیه که اینو ندونه؟ آقا خیلی مهمه، آقا این حوزه مهمه. گفتم اینو میگم که البته منم رفتم 90 درصدش حرفا خودم رو زدم، 10 درصدش این حرفا زدم. وقت اونجا بحث افتخار کردن به اسلام پیش اومد، اونجا یه حرفا بحثش پیش نیومد، کار به یه جایی کشیده شد که توش جلسه اول جلسه خواهش کرد مجری برنامه، منم بدون ابا عمامه رفتم که آقا خواهش میکنیم شما صبر خودتون رو حفظ کنید، بالاخره ایشون بذارید حرفاشو بزنه. یکیشون گفت ما باید بپذیریم یا افرادی با این عقیده هستن. خود مجری اهانت میکرد با بیانش، ولی میگه خواهش میکرد کسی اهانت نکنه. بعد وسط های صحبت ما با کمال بیادبی اهانت میکرد، یه اهانت های زشتی ها که چون خارج از مرامشون نبود من اعتراض نمیکردم، کاملا متوقع بودیم. اینه
اعتقاد به امام زمان نداره. اون چی نداره؟ چی نداره؟ خدا شاهد من با عزت از اون جلسه اومدم بیرون. و تو جلسه ای که تا اول جلسه میگفتم ولایت شیشکی میکشیدن، یکی از عناصر ضد انقلاب برگشت تو جلسه گفت آقا ما حرف تازه شنیدیم. و من اونجا آخرش این توپ من پر شده چی؟ اونجا آخرش وقتی که گفتم که ما غرب رو آزاد خواهیم کرد، هیچ کس تکون نخورد. یکی از فراریان پرونده امنیتی 5 سال پیش، یاد دیگه اسم پرونده جمع، تو جلسه وسط اونا نشسته بود به عنوان مطلع از آخرین وضعیت چیز میکرد تو جلسه. من اونجا تا چی بودم، افتخارم داشت که امنیتیه پروندهش اینا جاسوسی کرده بوده. خودش بچه ها بعدم من معرفی کردن این اون بود. بیرون جلسه اومد در گوش من یه اعتراف وحشتناک کرد. آسان بهش میگم نامرد، چرا تو جلسه این نگفتی؟ گفت فلانی، خدا شاهده، گفت فلانی من یه چیزی بهت بگم، از بس آتیش گرفته بود و تحت تاثیر بحث قرار گرفته بود اینو گفت. حالا چه ضرورتی داشت بهم بگه؟ گفت باید یه چیزی بگم. اینی که گفتی تو غرب آزادی نیست به این معنایی که تو گفتی و انسان ها ذلیلن، فقط میخوام بهت بگم درسته. من 5% ترسی که اینجا از پلیس کانادا دارم تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. منم او را دعا کردم انشاءالله خدا کار شما را درست کند. آدم به اسلام باید افتخار کنه، کیف کنه به اسلام خودش. این ویژگی ها رو در تعریف دین یه جوری بگنجونید. البته یه بحثایی بر می داره که من نمیتونم توضیح بدم، یعنی فکرم توضیح بدم خیلی دیگه بحث و کلی میشه و نظری و اینها. تو محتوای دین وقتی بری یه ویژگی های طراحی شده توی این دین در مجموع، وجوه مشابه با ادیان دیگه زیاد داره، ولی یه نکاتی توی این دین وجود داره که مایه مباهاته، مایه فخره. اومدم بحث بکنم تو مکه کنار خانه کعبه، اونم گفته بود کنم سر یه تجربهی که یه جا پیدا کردم، وحابی مسلک بود مثلا گوش نمی کرد، می خندی مسخره می کرد، همه رو بهتون دروغ گفتن، اصلا نمی شد داشت بحث کرد. من سر یه تجربهی برگشتم بهش گفتم که ببین اینم به ما دروغ گفتن، از بچگی به اون تلقین کردن که رهبران ما مستقلن، رهبران شما وابستن. خب نه اینو درست میگی. روش کم شد. گفت نه اینو درست میگی. گفت همه رهبران کشور اسلام وابستن. یه دونه بزن حال کنی، خودت سر حال بیای. انشاءالله من دوست ندارم این بحث رو با اون بحث عوض بکنم که اونها به جامعه فرانسوی، انگلیسی، لندنی افتخار میکنن، تو باید به جامعه اسلامی افتخار کنی. نه، گول نزن منو. من بحثم این نبود. جامعه اسلامی ممکنه اسلام رعایت نکنه، نشه بهش افتخار کرد. من میخوام به چی افتخار کنیم؟ به اسلام. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. به اسلام افتخار کنیم. اهل بیت فرمودن چی؟ آقا بحثمون درباره افتخار اسلام رو فعلا بگذاریم. خیلی چیزا توی دین شما میتونید گیر بیارید، واقعیت‌های قدیمی یا واقعیت‌های جدیدی که بهش بتونید افتخار بکنید، که بهش بتونید مباهات بکنید. مثلا شما میدونید دین ما کاملترین ادیانه. حالا من یه عبارت از امیرالمومنین بگم در معرفی اساس اسلام.
این سبک امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه. جوانها وقتی میخوان به یه چیزی افتخار بکنن باید بزن تو سر بقیه. قبول آقا؟ نه؟ قبوله. وقتی میگه من به این افتخار میکنم بقیه شو برو بریز دور. این نباید بگه. بلا چیزی افتخار میکنم؟ من به اسلام افتخار میکنم، همه ادیان خوب است. این دیگه پارادوکسیکاله. چه طرز حرف زدن بود؟ جوک بود. الان دید بعضی لبخند زدن چون جوکه. این تو وقتی که به یه چیزی افتخار میکنی بزنی تو سر بقیه. عبارت های امیرالمومنین اینجا دیدی؟ ذلیل کرد همه ملت ها رو در مقابل عزت اسلام. باید این تفاوت رو بگی. اون وقت شما نگاه کنید در نامه 31 نهج البلاغه وقتی نامه می نویسه امیرالمومنین اسلام رو مخاطب باید پیغمبر رو معرفی کنه. می فرماد فرض بهی قاعده، پیامبر رو رهبر خودت انتخاب کن. عبارت امیرالمومنین مال دوران نوجوانی از روانشناسی عبارت می فرماد هیچ کس مانند او و به اندازه او از خدا خبر نیاورده است. مقایسه میکنه. بله مقایسه شدنی هم است، یعنی غیر قابل مقایسه است. هیچ کس به اندازه پیغمبر تو از خدا خبر نیاورده است. و ما داستانها داریم تو این زمینه. من یه داستانشو بگم تو فقط کیف کن حالشو ببر. حضرت موسی علی نبی ناوالی علیه السلام با زبون خودم بگم یا با زبون چیزی بگم، با زبون علمی و مثلا آخوندی و اینا، زبون خودم بهتره. حالا اصلا این چون مال جوونم هست. حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام عرض داشت خدایا تو که ما رو کشتی از بس تعریف کردی از امت آخر الزمان، هی گفتی اونا یه چیز دیگه، اونا یه چیز دیگه، هی ما رو دیدی خوبی اونا گفتی اونا یه چیز دیگه. خب خدایا مقام معنوی اونها رو در بهشت به من نشون بده. خدا هم نگذاشت نبرداشت، برگشت فرمود ریز میبینم. تو ظرف تو عدد اینا نیستی عزیز من. حالا تعویلت گرفتم دور برداشتی میخوای ببینی مقامشون رو. بگی مقام اونا ساده است، نمیتونی. حضرت موسی گفته خب بازم داری میخوشی ما رو که اونقدر که میتونیم به ما نشون بده. آخه ما دلمون لک زد. آقا روایت دارم برات میخونم، ما ببخشید من به زبون خودم دوست دارم بخونم. این زبان ما اینه دید. زبان حافظ می و مستی و از اینجور نجسی ها بود، هیچ کی بهش ایراد نگرفت. ما والا نجسی هم دو حرف مونه، دیگه من لاتیه. و البته من معتقدم قرآن خیلی از عباراتش لاتیه، یعنی منتها فارسی نیست ما متوجه نمیشیم. شما فکر نکنید قرآن مثل ما آخوندا صحبت میکنه، نه قرآن خیلی جا مثل لاتا صحبت میکنه. زرهم ولشون کن، دمر الله علیهم، دمرشون میکنم. خیلی عبارت های مثلا این ضرب المثل که میگن که بذار تا علف زیر پاش سبز شه، این ترجمه یا آیه قرآنه. پیغمبر میگن ما منتظریم قیامت بیاد ایمان بیاریم، بهشون منتظر باش، این باش تا علف زیر پاس سبز شه. آی چه طرز حرف زدنه؟ یه عالم دینی اینجوری صحبت میکنه ولی خدا اینجوری صحبت میکنه. باش تا عمراتت بگذره. فارسیش این میشه دیگه، حالا تو هی بگو که اینجوری اونجوری. خدا راحت صحبت میکنه، متکبرانه صحبت میکنه، خیلی قشنگ صحبت میکنه. بله خداوند متعال فرمود خب حالا من یه چشمه نشون میدم دیگه، یه اصرار میکنی تو هم خوبی، تو هم خوبی، نازی کوچولو خوبی. این در شرحش میاد دیگه. آقا وقتی خداوند متعال میفرما تو طاقت نداری مقام اونا رو ببینی، یعنی خب تو کوچولو. بعد در بعد که
وقت پرده رو زد کنار، مقام معنوی امت آخر الزمان رو یه چشمه در حد ظرفیت از موسی نشون داد، حضرت موسی غش کرد. فلان بعد به هوش اومد، گفت خدایا اینا دیگه کیان؟ اینا کجا؟ بعد خداوند متعال فرمود میدونی حضرت موسی اینا چرا اینجوری شدن؟ یه ویژگی دارن که تو امتهای دیگه نیست. حالا بگید بگم اون ویژگی رو. حضرت موسی که دیگه داشت میمرد دیگه برای بقیهش، بگو اون ویژگیشون چیه. صریح روایت حدیث قدسی که خدا فرمود ویژگی که اینا دارن دیگران امتهای دیگه ندارن، ویژگی ایثاره. بینشون رابطه عجیب و غریبه. از شما تقاضا میکنم مراجعه کنید به داستان قوم حضرت موسی. بعد از اینکه خیلی زجه زدن، لایق شدن کسی که منتظرش بودن ظهور کنه، ظهور کرد. از نیل رد شدن، 12 فرقه میخواستن رد شن، گفتن ما نمیتونیم که با هم رد شیم، هر کون جای مستقل میخواد. بابا روتونو برم الهی، برید تو، چون چی میماردید الان؟ نمیشه، قاطی نمیشه. و خدا از اسلام چی ساخته؟ از امت اسلامی چی ساخته؟ بذار البته به حد اکثراش برسیم. حرف زیاده برای اینکه به اسلام مباهات بکنه آدم. این روزش که ما امشب از این بخش ماجرا بگذاریم به بخش‌های دیگر برسیم. این یه بعد وجود انسان رو ارضا می‌کنه. اما در مجموعه اسلام مکرر در معرفی اسلام عباراتی دارن که این عبارات نشون میده جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت در تعریف اسلام چیه. امام باقر علیه السلام میفرماید حبنا اهل البیت نظام الدین. نظام الدین، نظام یعنی چی؟ این مجموعه، این بخشهای ابعاد مختلف دین رو در یک پنجه جمع میکنه و به شکل، به اون شکل زیبای خودش میرسونه. نظام یعنی نظم دهنده، منسجم کننده. نظام یعنی عامل قوام. محبت ما اهل بیت مایه قوام اسلامه. یعنی به ما اهل بیت نگاه کنید، اسلام اونه، اسلام براتون جا میفته، اسلام میتونید ببینید، با اهل بیت ارتباط برقرار کنید، به اهل بیت افتخار کنید، به اسلام میتونید افتخار کنید. و در میان اهل بیت عصمت و طهارت اتفاقا جای خوبی نشستیم و لحظه خوبیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام ویژه است، جایگاه استثنایی و منحصر به فرد. سر علی ابن ابی طالب باید بحث کنید، سر حسین هیچکی بحث نمی کنه. باید عجیب عامل افتخاره. و رفقا، شما خود شماها اینجا نشستید، اگر نمیتونستید به حسین و عباس حسین و بچه های حسین و زینب حسین افتخار کنید، برای مصیبتش هم گریه نمیکردید. روانشناسی میگه روح انسان اجازه نمیده. آدم مصیبت رو سعی میکنه فراموش کنه، ناراحت میشه، یا بسه بسه. صحنه های غزه رو بعضی وقتا نشون میده، یه صحنه های دیگه آدم نمیتونه از یه جایی به بعد نگاه کنه، میگه من نمیتونم. ولی تو چرا روزه با عبدالله حسین باهاش اینقدر میایی، نمیذاریش کنار؟ چون ته روزه به حسین افتخار میکنی، عزتته، مایه عزتته. اگه اون بعد وجود تو رو ارضا نمیکرد و تأمین نمیکرد، مصیبتش هم گریه نمیکردی. یه کسی یه فیلم سینمایی تحت یه عنوان خاصی مربوط به آخرالزمان بود به هم نشون داد، گفت این برای فلان جلسه مفیده و شما ببینو، پارسال قبل از محرم. بعد این فیلم خیلی بیرحمانه جنایت‌های وحشتناکی رو نشون میداد،
توی آفریقا و اینا خیلی ناراحت شدم. بعد به خودم گفتم من چرا باید قبل از محرم اینو ببینم؟ این چه ربط حالا خدا این نقشه برای چی بود از نظر تو؟ ببینم علت و حکمتش و علتش رو میفهمم یا نه. خدا میخواد به من بگه که ببین مصیبت داده، مصیبت دیده، زجر کشیده زیاده، اما تو برای هیچ زجر کشیده مثل زجری که حسین کشید گریه نمی کنی. به دلیل اینکه حسین عزت و افتخار تو تأمین میکنه، سربلند به شهادت رسید و این راز عجیبیه. اینو شو روزخونا نمیگن ولی توش هست، تو صدای طبلها که میشنوی هست، تو فریاد یا حسین ها که میشنوی هست. مایه عزت ماست حسین. عزادارها مثلا میگه هیئت اول فضلی ها بیاد، صداشو کلفت میکنه، ماتم زده نیست واقعا، بعد میشینه گریه میکنه، با افتخار گریه میکنه. مثلا اینا که لاتن و چاوکشن و اینا چرا بابا عرق خوره طرف دست از امام حسین بر نمیداره، اصلا اون رفته لات شده برای افتخار کردن، چاوکش شده برای اینکه بگه من اینم. و میبینی با ابوالفضل بیت بگه من نوکرتم ابوالفضل، بهتر اینم میزنه. حسین عزت تامین میکنه. لذا اون سالی که مقام معظم رهبری فرمود سال چی؟ عزت و افتخار حسینی. من 10 دقیقه به آقا نگاه میکردم که چیکار کردی تو؟ از بین همه ویژگی ها و اوصافی که میتونست برای امام حسین ذکر کنه، عزت و افتخار. راز کربلا رو گفت، میتونست بگه سال مصائب حسین، هیچ کم ناراحت نمیشد، اما همه ما روزه خونیم. سال مظلومیت حسین. آخه دید اینا رو همه میگن، اونو نه کسی نمیگه. من حتی صحبت نکردم با ایشونا، من برداشت خودم رو میگم. ما همه به حسین افتخار میکنیم، عزت ماست. اگه این نبود گریه نمیکردیم، تو جلسه نمیومدیم. الان تو برمیگردی میگی رفته بودم روزه، یه چیزی توشه و اون افتخاره به حسینه. لا اله الا الله. ببخشید خیلی وقت رو گرفتم، انشالله فردا شب کمتر حرف میزنم. آخه میدونید جلسه سخنرانی گاهی جلسه کارگاه دیگه، ما باید حرفشو بزنیم بریم، که می درس تو میخوای بعدم بری بخونیم، امتحان بدی، یاد داشت بدی، ما باید تو جلسه پخته بشیم، همونجا باید این حرف رو اجرا کنیم، با هم داد بزنیم، فکر کنیم، عمیق بشیم، غور کنیم توش. جلسه این جلسه ها اینه دیگه، انشالله که به دل ما بنشونن. ما دست و پامونو میزنیم، اونا نورشو بدن با صفای باطن شما. ولی این عزت و افتخاری که داری میدونی مال چیه؟ مال اینه که یک بانوی تو کربلا زجر کشید، سرخم نکرد، سرش رو بلند گرفت و یه سفارشی رو از داداشش گرفت، زینبم گریه نکنی، یا زینبم، مال اونه بهت رسیده. ما همه به زینب مدیونیم. انشاءالله روز قیامت حسین رو ببینیم به سادگی، انشاءالله میبینیم، انشاءالله حسین گریه کناشو دور نمیندازه، دونه دونهشونو دوست داره. هر سال میای علاقه حسین بهت بیشتر میشه، علاقه تو نیست که به حسین زیادتر میشه. بعد روز قیامت میره میگه حسین ازت تشکر میکنم، آقا لبخند میزنه، یه نگاه به زینبش میکنه، یعنی زینبم اینا رو من همه رو از تو دارم. ما با زینب یه ارتباط دیگری داریم. لا اله الا الله. حسین مأمور شد تیرها و نیزه ها به سینش بخوره،
خم به ابرو نیاره، بچه هاشو یکی یکی جلو چشمش قلم قلم بکنن، خم به ابرو نیاره. زینب مأمور چی بود؟ سر بریده حسینشو بیاره ببینه. ناله نابود کننده نزنه. خیلی این سخت‌تره آیون، این سخت‌تره بانوان محترم، این به خود سخت‌تره. خم به ابرو نیاره. لا اله الا الله. زینب ما به تو افتخار میکنیم. یه جایی تو کربلا حسین به زینب پیش خدا افتخار کرد. کجا بود وقتی دوتا بچه های حضرت زینب به شهادت رسیدن؟ زینبی که هر بار می اومد از خیمه بیرون حسین رو کمک میکرد، دید نیومد زینب. هرچی نگاه کرد زینب توی خیمه ای که شهدا رو قرار میدادن نیومد، اصلا از خیمه بیرون نیومد. قربانی دادم رفته، نگاش نمی کنم. حسین فدای سرت، بگذارشون کنار. هرچی نگاه کرد به زینب، دید نیومد. نگاه کرد به خدا، خدا خواهرم زینب رو میبینی؟ خدایا خواهرم زینب رو میبینی؟ وقتی اومدن از حسین علیه السلام اجازه بگیرن، آقا اجازه بده، آقا که به این سادگی اجازه نمیداد. بعد سخن از زینب رو به میان کشید ابا عبدالله الحسین، نه شما باید نگه دارید مادرتون رو، شما باید مواظب مادرتون باشید، مادرتون خیلی داغ میبینه اگه شما بیاید. یه دفعه بچه ها لب گشودن، آقا یا ابا عبدالله مادرمون گفته بیای، مادرمون گفته بیای. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی این بغض گلوی زینب رو در نظر بگیرید و براش گریه کنید. گفتم من اینو هر محرم میگم، اگه بتونم هر شب میگم. هر وقت ازت پرسیدن که چرا قبل از عاشورا همه عزاداری میکنن، التهاب دارن، به سر و سینه میزنن، عاشورا همه آروم میشن، تازه باید عزاداری کنن، حسین به شهادت رسیده، بگو اینا اثر تپش قلب زینبه که این نگران مبادا حسینمو بکشن. اینجوری همه سینه میزنن، داد میزنن، همچی که زینب ناامید میشه از حسینش همه آرام میگیرن، همچی که حسین قلب زینب رو آرام میکنه همه آرام میگیرن.